سلام دوستان، امروز به قلعه سنت انجلو در روم سفر میکنیم تا با این دژه عظیم و داستان پشت آن آشنا شویم. این بنا نخست توسط هادریانوس امپراتور روم به عنوان آرامگاهی برای او و خانوادهش ساخته شد، اما بعدتر در طول تاریخ با انجام تغییراتی در آن به عنوان آرامگاهی برای چند امپراتور دیگر، دژ، زندان، پناهگاهی برای پاپ‌ها و پادگانی برای نیروهای ناپلئونی نیز مورد استفاده قرار می‌گرفت. اما این ساختمان امروز تبدیل به موزه شده است. خاکستر هادریان در سال 138 در کوزه‌ای در این آرامگاه قرار داده شد. همچنین خاکسترهای چند امپراتور دیگر پس از او تا سپتیموس سوروس در این آرامگاه گذاشته شد. در سال 590 پس از میلاد که تا اون شهر روم را فرا گرفته بود، پاپ گرگوری کبیر هدایت گروهی را برای مبارزه با این بیماری بر عهده گرفت. بنابر روایات مردم و پاپ گرگوری دور هم جمع شدند تا از خداوند بخواهد تا از جان بازماندگان بگذرد و به آنها رحم کند. وقتی پاپ سرش را بالا می آورد، ناگهان فرشته‌ای با شمشیری در نیام بر بالای این قلعه ظاهر می شود. ظهور این فرشته به منزله نشانه ای از فرونشستن طاعون در نظر گرفته شد و پاپ گرگوری به شکرانه آن کلیسای کوچکی را در داخل این قلعه ساخت. آن فرشته میکائیل بود و پس از آن این قلعه به سنت آنجلو یا فرشته مقدس مشهور شد. امروز مجسمه فرشته ای که بالهایش را در بالای ساختمان این آرامگاه باز کرده یادبودی از همان فرشته میکائیل میباشد. البته مجسمه امروزی از برنز ساخته شده است و آن را جایگزین مجسمه اصلی فرشته کردند که جنسش از سنگ مرمر بود. برای ورود به این قلعه باید از یک مسیر سراشیبی پرپیچ و خم عبور کرد. با اینکه مسیرتان رو به بالا است، اما هر چه جلوتر می‌روید این احساس به شما دست می‌دهد که در حال وارد شدن به دنیای زیرزمینی هستید و در نهایت به قسمت مقبره‌ها خواهید رسید. این قلعه شامل یک راه پنهانی می باشد که واتیکان را به سنت آنجلو متصل می کند و تکنیکی خوبی برای فرار از دست دشمنان به حساب می آمد. طی حمله‌ای که در سال 1527 به روم شد، تقریبا تمام افراد ارتش در راه محافظت از شهر و قلعه قتل عام شدند. اما پاپ کلمنت هفتم توانست با استفاده از این مسیر سری جانش را نجات دهد و از آنجا فرار کند. اینجا سالن اصلی این قلعه هستش. نقاشی که بر روی دیوار سقف می‌بینید توسط نقاش مشهور ایتالیایی به نام پلین دل واگا به دستور پاپ پال سوم نقاشی شده که نقشه‌ای از امپراتور هادریان رو نقاشی کرده اینجا. اسم این اتاق هست سالا دی آمور اپسیچی که به معنی اتاق عشق و روان میشه. حالا چرا اسم این اتاق عشق و روان هست ممکنه بی‌ربط نباشه با نقاشی‌هایی که بر روی سقف کشیده شده. این نقاشی‌ها و کلاً دکوراسیون این سقف کار پلین دل واگو هست. این اتاق در سال 1549 اتاق خواب پاپ پاول سوم بوده. پاپال سوم مدتی رو در این قلعه زندگی کرد به خاطری که این قلعه خیلی امن بود و از واتیکان هم راه فرار زیرزمینی مخفی داره به اینجا. اتاق پاپال رو مشاهده میکنید و صندلی مخصوص اون. این تابلو که الان مشاهده میکنین اثر لوکا لونگی هست، نقاش معروف ایتالیایی که جولیا فارنس رو نقاشی کرده. جولیا فارنس معشوقه پاپ الکساندر سوم بوده و خواهر پاپ پل ششم. میگن که او به عنوان جولیا لابلا شهرت داشته که به معنای جولیای زیبا در زبان ایتالیایی هست.